به نام خدا سلام دوباره ما برگشتیم کلی موج بارشی در راه از چند ساعت پیش بدونن از عصر امروز از سمت خوزستان یک سیستم سودانی کاملا سودانی که با حمایت سرخ هم هست از سمت خوزستان وارد کشورمون شد این سیستم که به سرعت بخشی بخشای از غرب کشور و جنوب کشور رو بخشای از جنوب و جنوب غرب کشور تحت تسخیر قرار میده موجب بارش برف و باران و بیشتر بیشتر بارون با جریانات گرم و مرتوب جنوبی همراهه و رخداد رعد و در مناطق مستعد البته این رو در پرانتز باز کنم سیستم عمدتا با هوای سرد هستش و در بخش از جنوب غرب حتی خوزستان هم بارش ها عمدتا به شکل زمستانه و در واقع با تداوم خواهد بود بریم خیلی خبر داریم موجای مختلفی در راهه از الان تا سال تحویل ما در موردش صحبت کنیم البته در مورد سال تحویل در یک گزارش ویژه انشاءالله در آخر هفته یا اول هفته آینده اید رو حتما در موردش صحبت خواهیم کرد بریم ببینیم چه اتفاقی قرار تصویر پشت من محدوده آبی رنگ در واقع منطقه بارشی رو نشون میده محدوده آبی رنگ و سبز رنگ رطوبت رو مشاهده میکنید چگونه از سمت اولین سیستم از سمت دریای سرخ و مدیترانه بیشتر دریای سرخ به سمت جنوب غرب و غرب کشورمون حرکت کنه و بخشی از جنوب کشورمون و موجب بارش برف و بارون در این منطقه خواهد شد موج سرعتش بالای از در واقع عصر امروز که فعالیتش از خوزستان شروع شد تا فردا اصری در منطقه غرب و بخش از جنوب فعالیت داره اینکه کجا کدوم استان فعالیت داره تصویر پشت سر هم بارش اولین موج رو میده کدوم استان ها مشاهده میکنین استان خوزستان که رنگ منطقه مرکز و شرق خوزستان هم رنگ قرمز رو در تصویر میبینید که در منطقه خوزستان احتمال آب گرفتگی تا 24 ساعت پیش رو بالا هستش به خاطر بارندگی نسبتا شدید در بیشتر نقاط خوزستان چارمه هال روی این دوستان که همیشه برندگی هاشون بخاطر بلندی های زیاد برندگی هاشون همیشه زیاده ایلام لورستان بخشهایی از به شکل ضعیفتر کرمانشاه، همدان در واقع قوم میتونم بگم اسفهان غرب اسفهان استان فارس استان بوشهر استان کرمان استان یزد به شکل ضعیف هرمزگان به شکل ضعیف سیستان و بلوچستان در ادامه در فردا اصر این چند استان آخر که به شکل خفیف و پراکنده در خراسان رضوی خراسان جنوبی و در شنیمه شمالی در سمنان تهران ارتفاعات البرز در منطقه حتی به شکل خفیف در شرق کردستان این مناطق هرچه این موج به عرض بالاتر رو پوشش میده بارش هاش هم خفیفتر و ضعیفتر است اما عرض کردم عمده بارشمون در منطقه جنوب غرب همطور که رنگ گرم هم که نشانه بارش بیشتره در نقشه در منطقه جنوب غرب مشاهده میکنید این از موج اول که در این منطقه هستش اما این پایان کار نیست یک موج قوی و برعکس این یک موج کاملا بهاری با رگبار و رد و برق به واسطه برخورد دو جبهه سرد و گرم در کشور عراق و از چهارشنبه زور شاده تشکیل ابرهای همرفتی خواهیم بود و از چهارشنبه اصر در تصویر پشت سر من فعالیت موج چهارشنبه رو مشاهده میکنید از سمت غرب و شمال غرب وارد میشه و موجب بارش برف و باران در سراسر باند غربی موج نسبتاً گرمی هم هست و مدیترانه ای عمدتا سراسر باند غربی در چهارشنبه شب بارندگی های رگبار و رد و برقه با طوفان ای تجربه میکنن و احتمال تگرگ و خسارت هم هست هوای سرد هم همراه این سیستم هست در مورد هوای سرد سیستم که از چند ساعت پیش وارد شد جلوتر صحبت میکنم کشاورزان حواسشون باشه حسابی مراقب محصولاتشون باشن موج دوم کجا رو پوشش میده از سراسر باند غربی چهارشنبه شب و پنجشنبه برف و بارونی خواهد بود و نیمه شمالی و افسون نیمه شمالی تنها محدوده فعالیتی که این سیستم بارش نداره میتونم بگم جنوب کشور البته که بخشای از سیستان و بلوچستان و مرکز هرمز مرکز کرمان هم این از این سیستم بارندگی داره اما به شکل ضعیف این از سیستم دوم که چهارشنبه باشه اما سیستم سومی هم هست گفتم سیستم سوم یه مکس میکنیم از بارش فاصله میگه میریم به سراغ دما دما رو مشاهده میکنید موجی که از چند ساعت پیش وارد شده و با چیز مثلا هوای سردی هم با خودش همراه مشاهده میکنید کاهش شدید دما رو در منطقه غرب و جنوب غرب بین 5 تا هفت درجه کاهش دما رو در غرب و جنوب غرب و تا مرکز کشور و بخشی از جنوب بسه فارس و بوشهر داریم و به خاطر همین هم هست که بارش ها با این کاش شدید دما و شدید و ناگهانی دما بارش ها عمدتا زمستونه هست از موج اول خب حالا بریم به سراغ موج سوم که اوایل هفته آینده میاد و نزدیک سال تحویل هست البته در مورد این موج گزارش بعدی هم ببینید مفصلتر و دقیقتر چون فاصله زیاده و نزدیک بار تغییرات بار اما اشاره کوتاه کنیم مجموع بارش 15 روزه رو مشاهده می کنید شاهد بارش برف و باران گستره در 15 روز آینده خواهیم بود احتمالا در هفته اول عید نیمه دوم هفته اول عید و حتی اوایل هفته دوم فروردین هم یه موج در نیمه شمالی فعالیت خواهد کرد خیلی تغییرات زیاده فقط نقشه کلی رو مشاهده کنید که به ما میگه روزهای خوش و پربارشی در راه کشورمون هست اما یه نکته خیلی مهم در منطقه جنوب در جنوب غرب خوزستان روز اسم خوزستان رو زیاد آوردم بارندگی در منطقه جنوب غرب زیاد بوده در کرد در چهارمحال بختیاری خوزستان لرستان از اصفهان زمستون این استان‌ها زیاد بارندگی داشتن این نتیجهش این شد که صدهای منطقه پر شدن از دو سه روز پیش صد دز در منطقه شمال خوزستان باز شده و بعضی مناطق این منطقه همانند فروردین 98 زیر آب رفته البته نه گستردگی اون صد دز رو فیلمی که فیلمی از باز شدن صد دز رو در تصویر پشت سر من مشاهده می کنید در های استرالی این صد باز شدن و به خاطر که حجم آب زیاده و بارندگی بهاری هم در پیشه به خاطر همین سد باز شده کشاورزان در منطقه خوزستان آگاه باشند احتمال آسیب زمین های کشاورزی هست همچنین سدهای کارون هم در منطقه پر هست احتمال رهاسازی از اون منطقه هم هست خلاصه که اگه سالی پربارش باشه و خصوص امسا که از زمسنش پربارش بوده این طبعات هم داره انشالله که کمترین خسارت رو داشته باشه و اوقات خوش خدا ده.